داستان همسر بازرگان و قاضی بخش دوم. داستان به آنجا رسید که بازرگان از منزل قاضی خارج شد و به بارگاه سلطان محمود غزنوی وارد شد. سلطان محمود که اسم و رسم بازرگان را شنیده بود و می دانست که دروغ نمی گوید، دستور داد بلافاصله قاضی را حاضر کردند. وقتی جریان را از او سوال کرد، قاضی عرض کرد: قربانت کردم، درست است که این مرد هنگام عزیمت به هندوستان همسرش را به خانه من آورد و به دست من سپرد، لکن آن زن 3 ماه قبل بدون خبر و خداحافظی از خانه بیرون رفت و دیگر بر نگشت و من هم هر جا جستجو کردم او را نیافتم. سلطان از قاضی پرسید: آیا بر صحت ادعای خود شاهد و دلیلی هم داری؟ قاضی جواب داد: چند تن از همسایگان گفته های مرا تصدیق کرده و شهادت می دهند. سپس نام چند تن از مردمان شرور را که از قاضی برای شهادت دروغ رشوه گرفته بودند بر زبان آورد و روی کاغذ اسامی آنها را نوشت و به دست سلطان محمود داد. به موجب دستور سلطان شهود را حاضر ساختند و آنها نیز سخنان قاضی را تصدیق نمودند. سلطان که چنین دید، خطاب به مرد بازرگان گفت: ملاحظه کردی که شهود ادعای قاضی را تصدیق کردند؟ بنابراین شکایت تو بی مورد می باشد. تاجر با غم و اندوه فراوان و ناراحتی زیاد از حضور سلطان بیرون رفت. اما سلطان محمود چنین عادت داشت که بعضی شبها با لباس مبدل در شهر گردش می کرد و از نزدیک با مردم عادی تماس می گرفت و به درد و دلشان می رسید. از قضا همان شب به طور ناشناس بیرون رفت و گزارش به مکانی افتاد که جمعی از اطفال مشغول بازی معروف شاه وزیر بازی بودند. یکی از اطفال که روی 4 پایه بلندی نشسته بود خود را سلطان میپنداشت و به دیگران گفت: شما همگی تحت فرمان من هستید و باید دستورات مرا اجرا کنید. طفل دیگر گفت: هرگاه رأی تو هم مانند رأی سلطان محمود دور از عدالت باشد، به زودی معذول خواهی شد. پسری که روی 4 پایه نشسته بود پرسید: مگر سلطان محمود چه عملی دور از عدالت انجام داده است؟ آن پسر گفت: امروز بازرگانی از قاضی شهر به سلطان شکایت کرد که زنش را به قاضی سپرده و سفر دور و درازی رفته و اکنون که از سفر برگشته و زن خود را خواسته ببرد، قاضی از سپردن زن به شوهرش خودداری نموده و شاهد و دلیل آورده که زن بازرگان از خانه بازرگان بیخبر رفته است، غافل از این که قاضی به ظاهر متدین آن شهود را به زور رشوه حاضر کرده تا شهادت دروغ بدهند. سلطان محمود به شنیدن این سخنان تکانی خورد و آهی کشید و از آنجا دور شد و یک سر به قصر بازگشت. صبح روز بعد یکی از مستخدمین محرم خود را به دنبال پسر بچه دیشبی که رأی سلطان را دور از عدالت دانسته بود فرستاد. وقتی که طفل را به سوی قصر سلطان می بردند، سخت پریشان حال بود و علت احضار خود را نمی دانست. اما وقتی به حضور سلطان رسید و لطف و مهربانی او را دید، دلش آرام گرفت. سلطان با نرمی و لحن پدرانه گفت: امروز تو باید در کنار من ایستاده و وظیفه مشاور را انجام دهی و در مورد شکایاتی که می شود اظهار نظر نمایی. سپس سلطان محمود یکی از محارم خود را به دنبال بازرگان فرستاد و هنگامی که بازرگان حاضر شد، سلطان فرمود: بهتر است شکایت خود را مطرح کنید. بعد از آنکه بازرگان بیانات خود را تکرار کرد، شهود حاضر شدند و قاضی هم در کنار تالار ایستاده به سخنان آنها گوش می داد. ناگهان پسر بچه گفت: آه جناب قاضی، چرا دور ایستاده ای؟ بهتر است نزدیکتر تشریف بیاورید و کنار شهود قرار گیرید، چون این جریان بیشتر مربوط به خودتان است. قاضی ناگزیر پیشتر رفت و نزدیک شهود نشست. پسرک یکی از شهود را مخاطب قرار داد و گفت: به من بگو ببینم آن زنی را که دیدی چه علائم مشخصه ای داشت. شاهد متحیر و سرگردان ماند و پس از لحظه ای گفت: او روی پیشانی خال درشتی داشت و یکی از دندانهایش نیز افتاده بود. قدی بلند و هیکلی باریک داشت. آن پسر پرسید: آن زن چه وقت روز از منزل قاضی بیرون آمد؟ شاهد جواب داد: صبح زود. پسر گفت: بسیار خوب، تو برو کنار بیست. آنگاه شاهد دوم را پیش خواند و چون علائم زن را پرسید چنین گفت: او زنی کوتاه قد و کمی چاق با گونه های سرخ بود
و خالی کنج لبش داشت و هنگام عصر از منزل قاضی خارج شد. پسرک آن شاهد را نیز کنار زد و سومین نفر را طلبید و آن شاهد گفت او زنی بود نه کوتاه نه بلند نه زیاد چاق و نه زیاد لاغر، رنگش زرد و گونه هایش فرو رفته بود، چشمانی به رنگ آبی داشت. سلطان محمود در تمام مدت بازپرسی پسرک فقط گوش می داد و چیزی نمی گفت. ناگهان پسرک فریاد کشید و گفت ای بدبختای از خدا بی خبر، چه چیزی شما را بران داشت که شهادت دروغ بدهید؟ من از سلطان استدعا دارم دستور فرمایید وسایل شکنجه را آماده کنند تا حقیقت آشکار گردد. به محض آنکه کلمه شکنجه از دهان آن طفل بیرون آمد، شهود اظهار داشتند که رشوه‌های قاضی آنها را وادار به دروغ گفتن کرده بود و تمام آنچه را که گفتند ابداً حقیقت ندارد. پسرک رو به قاضی به ظاهر مقدس و متدین کرد و پرسید اکنون نوبت جناب عالی است، برخیزید و به سوالات من جواب دهید. قاضی که به شدت منقلب شده و میلرزید بلند شد. پسرک پرسید آیا سخنان شهود را شنیدید؟ حال میتوانید از خود دفاع کنید. قاضی گفت حقیقت همان است که اول گفتم. پسرک فریاد زد زود وسایل شکنجه را بیاورید، زیرا این مرد نمیخواهد از غرور و تکبری که دارد حقیقت را با میل خود ابراز دارد. وقتی وسایل شکنجه را وارد تالار کردند، قاضی بنای التماس را گذاشت و حاضر شد حقیقت مطلب را بیان کند. سپس گفت من زن بازرگان را بیهوش کردم و در سردابه خانه خود مخفی ساختم. اکنون می توانید بفرستید و او را از محلی که گفتم بیرون آورید. سلطان محمود که بی نهایت تحت تأثیر هوش و ذکاوت آن پسر بچه قرار گرفته بود، دستور داد او را در قصر نگه دارند و مربیان کارآزموده تربیتش کنند تا در زمره مشاورین و خاصان سلطان قرار گیرد. اما در مورد قاضی، سلطان محمود دستور داد تا او را به دار زنند و لوحی بر سینه‌اش بیاویزند و جرمی که مرتکب شده روی آن با خط درشت بنویسند تا همگان اطلاع پیدا کنند که سزای سوء استفاده از اعتماد مردم مرگ می باشد. سپس به آن مرد بازرگان دستور داد تا به خانه قاضی نقل مکان کرده و تمام اموال او را به نام زنش تصاحب کند. اگر از شنیدن این داستان لذت بردید، لطفاً کانال ما را لایک کرده، سابسکرایب کنید و زنگوله را فراموش نکنید.